جوانان یار من، عیسی مسیح دلدار من، عشق دنیا کار من، از جان سویت آیم، از جان سویت آیم. در بامداد زندگی با شادی و فرخندگی، مردان با آزادگی، جان بازان آیم، 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 جان بازان با سلام خدمت بینندگان شبکه 107 برنامه محور پرستش خوش اومدید. عزیزان، ما امروز باز در استودیوی خودمون هستیم و در خونه های شما همراه مهمون عزیزمون برادر منصور خواجه‌پور که امروز میخوان در درس هایی که از رساله یعقوب داشتیم به ما کمک کنن. سلام برادر، خوش اومدید. سلام بر شما، مرسی خواهر عزیزم، امیدوارم که حال شما خوب باشه، همینطور حال و احوال بیننده های عزیز ما هر کجای دنیا که هستید. سلامتی عیسی مسیح با شما و واقعا افتخار عظیمیه خواهر آناهیتا که ما مدت های زیاد یه مهمون خونه های این عزیزان هستیم و میتونیم راجع به محوریت پرستش با عزیزان مخصوصا از کلام خدا صحبت کنیم. داشتم فکر میکردم راجع به این عنوان این برنامه و این به ذهنم رسید، خواستم این اول یه یادآوری برای خودم، برای شما و برای بیننده ها بکنم. بله. که بعضی چیزا اصله. بله. یک سری اصلاس عوض نمیشه. به قول ما فارسا میگیم آدم از اسب میفته ولی از اصل نمیفته. یه چیزایی اصله. در ایمان مسیحی اون طوری که ما از کلام خدا میفهمیم اصل پرستش خدا یکی از اصول محوری هستش و چقدر زیباست که میتونیم این اصل رو در نور کتاب یعقوب بیشتر باش آشنا بشیم. بله، و من فکر میکنم که تمامی کتاب مقدس اصلا به خاطر پرستش و نزدیک شدن انسانها به خدا نوشته شده و اینکه چطوری رابطه برقرار بشه. و هدف برنامه ما یعنی محور پرستش اینه که بقیه عزیزان را در این راه کوشا کنیم، هدایت کنیم و همینطور خودمون در این برنامه در واقع برکت بگیریم. آمین. آمین. کاملا با شما موافقم. خیلی خوشحالم که امروز میتونیم از فصل اول ادامه بدیم. چه آیاتی رو میخواییم مطالعه کنیم؟ ما امروز از رساله یعقوب فصل 1 آیه 9-11 را با همدیگه مرور میکنیم که توی این آیه ها بیشتر راجع به خودشناسی و خودبینی صحبت شده و من فکر میکنم که ما فرصت خوبی داریم که بتونیم این آیه ها را با هم مرور کرده و در واقع شکافی کنیم و این خیلی فرصت خوبیه. جالبیه خودشناسی و خودبینی و تفاوت این دوتا خیلی. بله. یه خط خیلی نازک و ظریفی هستش و نکات مطمئنم که نکات خوبی رو بهش خواهیم پرداخت. بله عزیزان، ما یک استراحت کوتاهی داریم. توی این فرصت میخوام که کتاب مقدس خودتون رو یک قلم و یک دفتر حاضر کنید و همراه ما باشید و اون نکته هایی که گفته میشه یادداشت کنید. ایمان دارم که اینها در زندگی شما به کار میره و ایمان دارم که این پرستش واقعا برای همه ما مفیده و یادگیری طریقه پرستش راهیه که ما میتونیم بیشتر و بیشتر به خدا نزدیک بشیم. بینندگان عزیز، باز برمیگردیم و به درس خودمون در رساله یعقوب فصل 1 آیه های 9-11 ادامه میدیم. بعد منصور، من میخوام که این سه آیه رو بخونم، آیه هایی که در فصل 1 آیه 9-11 چیزی که من فکر میکنم روش میتونیم صحبت کنیم و این را باز کنیم برای بینندگان عزیز.
مسیحی مسکین باید به سرافرازی خود در برابر خدا فخر کند و مسیحی ثروتمند نیز از ناچیزی خود، زیرا او مانند گل علف زودگذر است. همین که آفتاب با گرمای سوزان خود بر آن میتابد، علف را میخشکاند، گل آن میریزد و زیبایی آن از بین میرود. شخص دولتمند نیز همینطور در میان فعالیت‌های خود از بین میرود. شما این رو چجوری میبینیم و روی سخن یعقوب الان در این قسمت با کیا هست و چی را میخواد صحبت کنه؟ فکر میکنین که آیا فقط با فقیرهای در واقع دنیوی داره صحبت میکنه یا فقیرهای روحانی هم صحبت میکنه؟ فکرم همشه. یعنی البته یه نکته خیلی مهم اینه که یادآوری بشه برای من، برای شما و برای بیننده ها، اینه که یعقوب رساله خودش رو داره به ایماندارا، به کلیسا می‌نویسه. ابتدای رساله یعقوب فصل 1 آیه 1، بعد از اینکه خودش رو معرفی میکنه و درود میفرسته، بعد در اول آیه 2 میگه ای برادران. البته فقط منظور آقایون نیست، برادران و خواهران، منظورش اعضای کلیسا هستش. و بعد در همین آیه 9 که شما الان خوندید میگه مسیحی مسکین. شروع صحبتش اینه که تعریف میکنه، میگه که مخاطب اولیه کی هستش. بله. داره با مسیحیان صحبت میکنه. اما زیبایی کلام خدا، یکی از چیزهایی که من واقعا ازش برکت میگیرم، اینه که درسته بعضی جاهاش مشخصا به گروه خاصی داره صحبت میکنه، مثل انجیل یوحنا فصل 17 هم که عیسی مسیح مشخصا داره برای کلیسا، برای ایمانداران، برای اعضای کلیسا، برای کسانی که جزء بدن عیسی مسیح هستن دعا میکنه. اما با این وجود این میتونه تعمیم داده بشه به جامعه بزرگتر. من اینو از کجا میفهمم؟ از اینجا که کلام خدا در ابتدای کتاب مقدس در پیدایش میگه که تمام انسان ها، مرد و زن، ایماندار و غیر ایماندار، همه به شکل خدا آفریده شدن و اراده خدا برای همه یکسانه که همه نجات پیدا کنند. بنابراین بعضی از اینها، بعضی از این تعالیم درست مخاطب اولیه اون یه گروه خاصی، یه قشر خاصی بودند، ولی با این وجود به جمع بزرگتری، به جامعه بزرگتری هم تعمیم داده میشه. در این مورد در واقع میتونیم بگیم داره به خاصان خدا صحبت میکنه، نه؟ اونجایی که میگه خدا انسان را شبیه خود آفرید و اینجا تمام انسان ها میشه، ولی باز بر میگرده اینجا با کلیسا صحبت میکنه، یعنی کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن. دقیقا. و عیسی را به عنوان خدا و خداوند خودشون پذیرفتن. کاملا همینطوره. اما در این راستا اگرچه مخاطب اولیه این کلام مسیحیان و در مورد فقر و ثروت جسمانی و مادی داره صحبت میکنه، میخواد بگه که آقا ایماندارایی هستند در کلیسا که پولدار نیستند و ایماندارایی هستند در کلیسا که پول دارن. در این حال میتونیم ما این رو تعمیم بدیم و راجع به فقر و غنای روحانی هم صحبت کنیم، بگیم انسانهایی هستند که از نظر روحانی فقر روحانی دارن و کسانی هستند که در مسیح، در ایمانشون به خدا، دارای غنا و غنی و ثروتمند هستن، رو از نظر روحانی رشد کردن. حالا من نکته‌ای که اینجا میخوام قبل از این که وارد مباحث عمیق‌تر بشیم بگم، یه هشداری هست به بیننده‌های ما و اون این که از انجیل کامیابی برحذر باشیم. یکی از تعالیم غلطی که وارد کلیسای ایران شده، منظورتون رو متوجه نشدم، حتما توضیح میدم. بله. یکی از تعالیم غلطی که متاسفانه وارد کلیسا شده اینه که خدا به هر ایمانداری تمام برکت ها رو میده و اگه کسی برکت نداره ایماندار نیست، اگه کسی پولدار نیست ایماندار نیست، اگه کسی مریضه ایماندار نیست. و این انجیل کامیابی راجع به سه تا موضوع داره صحبت میکنه: سلامتی، ثروت و سرخوشی. میگه که هر کس که این سه تا رو داره، مسیحیه، هر کس که این سه تا رو نداره مسیحی نیست. و این چقدر غلطه. از این تعلیم غلط اگه بگذریم میتونیم بیشتر وارد بشیم راجع به خود این آیات صحبت بکنیم و اون این که یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح در آیات 9، 10 و 11 داره تشویق میکنه ایماندارا رو. چه فقیر رو تشویق میکنه، چه غنی رو. به فقیر میگه من میخوام تشویقت کنم که در دولتمندی
روحانی خودت فخر کنی، و به غنی میگه میخوام تشویقت کنم فروتن بشی. الان این تشویقی که یعقوب داره انجام میده چه تأثیری در زندگی ما داره؟ آیا ما میتونیم اینو به کار ببریم؟ آیا زمانی که فقیر هستیم، اوکی ما فقیریم، مسئله نیست، پس فقط خوشحال باشیم که فقیریم؟ نه، فکر نمی‌کنم اینطور باشه. اینو نمیگه کلام خدا. کتاب مقدس یکی از تعالیم اساسی که میده اینه که مسیحی باید پویا باشه، فعال باشه. مسیحی خمود، مسیحی منفعل، باری به هر جهت زندگی کردن معنا نداره. مسیحی زندگی خیلی فعالی داره، اما مسیحی در عین حال اینکه پویاست، طماع نیست. این دوتا خیلی با هم فرق داره. ما اگه در تلاش هستیم، پولس رسول میگه زیرا هر کس کار نکند نان هم نخورد. پس با توجه به خواستگاه و زمینه کتاب مقدسی که ما از کلام خدا داریم، میتونیم بفهمیم که پولس رسول داره راجع به فقیرهایی صحبت میکنه که نه تنبلند و ضمناً نظارت مسیحی خوبی هم دارن، اما فقیرن. ایماندار شخص تلاش میکنه، کار خوب داره، دهیکش رو به کلیسا میده، حقوق خوب داره، اما به اندازه‌ای نیست که بتونه نیازهای مادی خودش رو کامل برآورده کنه. میتونه به خاطر نابرابری‌های اقتصادی باشه، ممکنه به خاطر اشکالای مختلف باشه، اما ایمان رو با پول، با میزان پول نباید سنجید. ما ایماندارایی داریم که در فقر هستن، ایماندارایی داریم که در غنا هستن، اما یعقوب میخواد تشویق کنه هر دو دسته، فقیرها رو و ثروتمندا رو، که در ایمانشون رشد بکنن. در واقع میخواد بگه که برای چیزی که نداریم آه نکشیم. اگر فقیر هستیم آه نکشیم که چرا ما ثروتمند نیستیم، و اگر ثروتمند هستیم آه نکشیم که چرا ما نمیتونیم فلان شکل زندگی کنیم. دقیقاً. و این چیزیه که واقعا عیسی مسیح میخواد. وقتی که در کلام نگاه میکنیم و کلام خداوند و اناجیل را میخونیم، میبینیم این پارادوکس بودن، این دوگانه صحبت کردن، یعنی اینکه برای فقیرها صحبت میکنه، برای ثروتمندها صحبت میکنه، برای در نور، در تاریکی. بله. و این قسمت ها رو همه رو میبینیم که برای همه قشرها صحبت شده، و این قسمت، قسمتی که یعقوب مطرح میکنه، در واقع میبینیم چقدر نزدیکه به اون چیزی که عیسی مسیح میگه. دقیقاً. من یاد یه فیلم افتادم، 25 سال پیش تقریبا توی ایران دیدیم. اون زمان با ناهید نامزد بودیم، رفتیم. اولین فیلمی که با هم دیدیم عنوانش بود افسانه آه. افسانه آه فیلم بود، ولی بیانی بود از حقیقتی که در جامعه وجود داره و اتفاق میفته، و مردم اکثرا در حسرت چیزی که ندارن هستن و آه میکشن. ممکنه فقیر، چه ایماندار چه غیر ایماندار، دوچار همین آه افسانه بشه، دوچار این حسرت بشه که ای کاش من پولدار بودم. این حالت ممکنه برای چیزهای مختلف، مثلا ای کاش من اون خونه رو داشتم، ای کاش این ماشین رو داشتم، ای کاش اون لباس، این قد و قیافه، این چی تحصیلات الی آخر رو داشتم. اما عیسی مسیح چه در تعالیم خودش در اناجیل و چه در از طریق یعقوب و سایر رسولان مقدس میخواد به ما این تعلیم رو بده که مسیحی باید فخرش به خدا باشه، چون فقیر و غنی هم ارث با مسیح میشن زمانی که دلشون رو به عیسی مسیح میسپارن. این هم ارث شدن با عیسی مسیح هست که برکتی عظیم برای کلیسا به همراه میاره. و خدا رو شکر برای این قدرتی که از مسیح به ما میرسه، چون که دیگه وقتی در کلیسا میایستیم دیگه فقیر و غنی نداره، دیگه هیچ ملیتی اونجا صدق نمیکنه، که فرق نمیکنه که کجایی هستیم، اهل کجا هستیم و چی هستیم. فقط صدق میکنه که اهل آسمان هستیم و خانه و وطنمون آسمانه. من خیلی یارو میشناسم که در ایران هستن و میگن اگه من خارج از ایران زندگی میکردم زندگی بهتری داشتم. و این افسوس خوردن، این حالت نگران بودن باعث میشه که یک مانع باشه در زندگی حالشون. و خیلی یارو میشناسم که خارج از کشور هستن و اینها میگن من یه زمانی در ایران زندگی خیلی بهتری داشتم و من چرا به خارج اومدم و مثلا اینجا خوشم نیست، و اون چیزی که هستن رو نمیپذیرن. و اینجاست که فکر میکنم کلام خدا میخواد که
ما را از به اون خودشناسی و خودبینی نزدیک کنه. یه جمله یه جا خوندم که ربط داره به همین فرمایش شما. یه آقایی به نام ویلیام مکدونالد که تفسیرهای مختلف نوشته در مورد کتابهای مختلف کتاب مقدس، در تفسیرش راجع به رساله یعقوب یه جای جمله میگه، میگه که وقتی ناتوانایی های خود را فراموش کنیم میتوانیم وسیله های توانمندی در دستان خدا بشویم. زمانی میشه که ما ممکنه با غرور به توانایی های خودمون نگاه کنیم، مخصوصا اگر این توانایی ثروت باشه، اموال دنیوی باشه، خیلی خطرناک میتونه باشه، باعث میشه که آدم دیدش از خدا برگرده، در حالی که اکثر موارد کسانی که نیازهای مالیشون تماما برآورده نشده هنوز یه دیدی به خدا دارن. به نظر میاد که توانایی های دنیوی، توانایی های مادی ما میتونه مانعی باشه جلوی چشمان روحانی ما تا حقایق رو نتونیم ببینیم به این وسیله. و مکدونالد میگه که وقتی ما بتونیم ناتوانایی هامون رو فراموش کنیم در دستان خدا وسیله‌ای توانمند میشیم. اون فقیر ناتوانایی های مادیشو نگاه نکنه، بلکه به توانمندی خدا در خودش تمرکز کنه، و اون غنی توانایی های مادیشو نگاه نکنه، بلکه به خدا بنگره که در عیسی مسیح فقیر و غنی رو هم ارث با خودش کرده. یه آیه زیبایی در ارمیا هست، فصل 9. من از ترجمه قدیم، ترجمه مجده رو همراهم دارم، اما از ترجمه قدیم توی این نوشتم میخوام بخونم، اذه میدید؟ بفرما. از عهد عتیق، کتاب ارمیا فصل 9 آیات 23 و 24، دو آیه است، فصل 9 23 و 24. حکیم از حکمت خود فخر ننماید و جبار از تنومندی خیش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نکند، بلکه هر که فخر کند از این فخر کند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم، خدا میگه، و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا میآورم، زیرا خداوند میگوید در این چیزها مسرور میباشم. و من فکر میکنم که درست ما انسانها توانایی های مختلفی داریم. حالا توانایی های ما قبلا مثلا ما در زمینه هنر صحبت کردیم، بعضی ها ممکنه فقیر باشه ولی نقاش خیلی خوبی باشه، بله، موزیسین خیلی خوبی باشه، و این قنطارهایی هست که خدا به ما داده. حالا چه اون قنطارهای مالی دنیوی، چه قنطارهایی که ما خدا دادی به ما رسیده و خدا میخواد که ما از اونها استفاده کنیم، و این قسمتها قسمتهاییه که هیچ وقت به اون نقطه نمیرسیم که اوکی فقط همینا داشتم، ازش استفاده نکردم. ما باید به اون نقطه برسیم که با اون چیزی که داشتم چه کار کردم و چطوری برخورد کردم و دیگران را چطوری یاری دادم و اراده خدا را در زندگی خودم و دیگران چطوری برپا کردم. دقیقاً. خیلی وقت هاست که فقر و ثروت میتونن خیلی نسبی باشن. بله. ممکنه یه نفر میلیون ها داشته باشه و از دید خیلی ها ثروتمند باشه اما فقیر باشه. یه نفر ممکنه پول زیادی نداشته باشه و از دید خیلی ها خیلی غنی باشه، فکر آزادی داشته باشه. نظارت مسیحی مهمه. مهم اینه که اصل کتاب مقدسی در ابتدای کتاب مقدس میگه ما انسان ها ناظران، نه مالک، ناظران اموال خدا هستیم و باید اونها رو درست استفاده کنیم. یه کتابی در ایران داشتم، خواهر آناهیتا، سالها پیش، زندگی سادو ساندرسینگ، یه ایماندار مسیحی در هند بود، تحت عنوان فقیر غنی. کسی بود که از نظر اموال دنیوی خودش هیچی نداشت اما یک خدمت بسیار بزرگی رو رهبری میکرد. خیلی از خدمات کلیسایی امروز این هستن، ما ناظرین اموال خدا، و خدا مالک همه چیزه، زمین و پری آن از آن خداست، کلام خدا میگه، و ما رو خدا ناظرین این اموال خودش قرار داده. و خدا رو شکر که ما که ناظر قرار داده شدیم، همینطور خداوند روحش رو در ما قرار میده تا بتونیم از توانایی که به ما بخشیده استفاده کنیم. آمین. عزیزان، ما باز برمیگردیم، یه استراحت کوچیکی میکنیم و بعد با هم دیگه دوباره برنامه رو ادامه میدیم. عزیزان، برگشتیم به برنامه خودمون در محور پرستش.
بعد منصور، این بحث شیرین در مورد خودشناسی یا خودبینی یه بحثیه که فکر میکنم مدت ها ما میتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی توی طول این برنامه مدت خیلی زیادی برامون باقی نمونده. ولی میخوام که شما یک جمع‌بندی برای ما بکنید امروز که واقعا این صحبتی که شد نتیجه چیه؟ حتما. پس حرکت کلی به سمت این هستش که ما خودمون رو بشناسیم. البته یه تفکر غلطی در بعضی از فلاسفه، مخصوصا در بین فلاسفه ایرانی دیده شده که ما از طریق خودشناسی میتونیم به خداشناسی برسیم. من با این موافق نیستم. من اعتقاد دارم که ما از طریق خداشناسی است که میتونیم خودمون رو بشناسیم، چون ما به شباهت خدا آفریده شدیم. اما اون بحث فلسفی رو که بذاریم کنار، اهمیت خودشناسی در مسیحیت مهمه. انسان باید بدونه کی هستش، کیستی خودمون رو درک بکنیم. و در روند این کیستی شناسی، این که کی هستیم، یعقوب در آیات 9 تا 11 میاد به ما میگه یکی از وجهه های شخصیتی ما که قابل اندازه گیری هستش، میزان درآمدها، میزان توانایی مالی ماست. بعضی از ایماندارا هستن که فقیرن، بعضی ها غنی هستن، و میگه هر دوتای اینا باید تشویق بشن و برکت بگیرن. فقیر باید تشویق بشه، برکت بگیره تا در خداوند و هم ارث بودن با مسیح سرفراز باشه. غنی باید برکت بگیره در اینکه فروتن بشه و با اموال خودش خدا رو جلال بده. و در این راستا چند تا شخصیت رو نگاه کردیم، مثلا یکی سادو ساندرسینگ رو نگاه کردیم که فقیر غنی بود، فقیری بود که خدا بهش امانت‌های زیادی داد. در کتاب مقدس، در انجیل، ما ناظرین مختلف داریم. عیسی مسیح در مورد یک ناظری که یک قنطار، 10 قنطار و بیشتر داشت صحبت میکنه، و 5 قنطار که چطوری قنطارهای خودشون رو برای ملکوت خدا سرمایه گذاری کردن و ثمر آوردن یا نیاوردن. و این که در غنای ایمان مسیح، در توانمندی مسیح، ما میتونیم توانمند، دولتمند باشیم صحبت کردیم. در راستای خودشناسی و خود این حرکت به سمت خودشناسی، یه خطر هست. بله. و اون خطر اینه که شخص ممکنه دچار خودبینی بشه، خودمحوری بشه، خودخواهی بشه، و اینها زنگ خطرایی هستن که در گرد ما ایماندارا هستن. ما ایمانداری داریم که حقیقتا مسیحی هستن، اما خودخواهن، فارغ از اینکه چقدر پول دارن، خودخواه هستن. این خیلی خطرناکه. ما باید به جایی برسیم که خودمون رو در مسیح، شخصیت خودمون رو در عیسی مسیح بازیافت کنیم. و وقتی در مسیح بازیافت کنیم، میدونید چی میشه؟ اونجایی میشه که خود عیسی مسیح رو در موردش میخونیم که چون با خدا برابر بود، با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرد، فروتن شد، صورت غلام پذیرفت، اومد در بین ما زندگی کرد. و این کار عظیمی است که خدا میخواد در ما مسیحیان هم انجام بده، که ما رو شکل تازه‌ای به ما بده و ما قوی تر بشیم، در ایمانمون رشد کنیم. ما وقتی که این رو متوجه باشیم که وقتی خدا همه چیز را آفرید، همه هستی را آفرید و انسان را شبیه خودش آفرید و انسان را ناظر آفرید، ما مالک نیستیم. حتی مالک پوسته خودمون، یعنی این جسم نیستیم. یعنی روزی که این زمین را ترک کنیم، ما حتی این جسم را زمین میگذاریم و میریم. پس ما ناظرین خوانده شدیم، نه مالکین. و اگر بدونیم که مالک نیستیم، شاید که یه مقدار از خودخواهی ما کم کنه و ما باعث بشه که بتونیم کلام خدا را بهتر بفهمیم. یکی از نویسنده‌های معروف مسیحی، آقای ریک وارن هست، که توی کتاب زندگی هدفمند میگه مسیحیانی هستند که پول دارن، اما پولشون رو برای خدا استفاده نمی‌کنن. برج می‌سازن، ساختمان‌های آسمون خراش می‌سازن، اما مسیحیایی هستند که ایمان دارن و ملکوت خدا رو می‌سازن. و من وقتی که داشتم فکر میکردم این روسری زیبای شما رو دیدم، خواهر آناهیتا، بله، و یاد داستانی افتادم که راجع به این بود. میتونید برای من و بیننده های ما یادآوری کنید که این روسری زیبا، این شال زیبا چی هست داستانش و چه ربطی داره به درس امروز ما؟ من هفته پیش به کشور اتیوپی رفته بودم همراه گروهی از همکارای خودم، و برای من خیلی جالب بود که در کشور اتیوپی مردم اتیوپی چطوری زندگی میکنن. و خب میدونید خیلی دردناک بود فقری که در اونجا وجود داشت، مردمی که واقعا شاید محتاج فقط یک لقمه نان باشن. ولی همزمان وقتی که میدیدم که چطوری اینها
رشد روحانی پیدا کردن. شاید 150 سال پیش اون طبق اون چیزی که کشور سوئد انجام داده و به کشور اتیوپی مبشر فرستاده، 150 سال پیش، و الان در کشور اتیوپی 65% از مردم اتیوپی ایمان آوردن، مسیحی هستن. وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که اونها فقر روحانیشون رو تقریبا از دست دادن، فقر جسمانی دارن، فقر مالی دارن، ولی فقر روحانی ندارن. و این قسمت غنی کلیسای اتیوپی، کلیسای حبشه، تاریخ بسیار غنی داره، تاریخ بسیار بزرگی در 2000 سال مسیحیت داره. اما چیزی که من خیلی برکت گرفتم از واقعی که شما تعریف کردید این بود که در اندازه کوچیک شما با خریدن این روسری در واقع در یک کار بزرگ سهیم شدید. توی قسمتی که رفته بودیم گفتن که خیلی ها میان که کمک‌های مالی میدن، شاید مثلا بدون اینکه چیزی بخرن یک کمک مالی میدن، که این واقعا فوق‌العاده بود. ولی همزمان قسمتی بود که مال بچه‌هایی بودن که یتیم بودن و بچه‌هایی که توی مدرسه بودن، وقتای آزادشون را اینها روسری می‌بافن و این روسری دست‌باف بچه‌هایی که مال توی اتیوپیه، و از فروش این روسری‌ها خرج مدرسه می‌گذره. و خیلی جالب بود و همه علاقه نشون میدادن که حتی وقتی نیاز نبود که روسری بخری، ولی همه زیاد خریده بودن به خاطر اینکه فقط کمکی باشه برای این مدرسه. چقدر نیکوه. و من یاد این تاریخ بزرگ کلیسا میفتم که در طول تاریخ کلیسا، در اعمال رسولان، از اعمال رسولان گرفته تا این اخیر، خدا ایمانداران رو هدایت میکنه که ثروتشون، اموالشون رو برای تشویق و بنای کلیسا در جاهای مختلف دنیا، در اورشلیم، یهودیه، سامره و تا اقصای دنیا به کار ببرن. و کلیسای سوئد کمک کرده تا مدارس، بیمارستان‌ها در اتیوپی و همینطور در جاهای مختلف دنیا تأسیس بشه. و برعکس، خدا ایمانداران اتیوپی رو استفاده میکنه تا ایمانداران جاهای مختلف دنیا برکت بگیرن. بله، دقیقاً این چیزیه که الان اونها برنامه ریزی کردن و میبینیم که چطوری الان ایماندارانی که مال اتیوپی هستن آماده شدن که بیان و به کشورهای دیگه خدمت کنن و کشورهای دیگه رو برکت بدن. خدا رو شکر، مرسی که این واقعه رو با ما در این لحظات آخر برنامه در میون گذاشتید. عزیزان، در این لحظه برنامه ما به آخر رسیده، ولی یادتون باشه که خداوند میخواد که ما از قنطارهای خودمون استفاده کنیم و میخواد که در کلیسای خودمون، حالا این کلیسا چه 2 نفر چه 1000 نفر، امین باشیم، بمونیم و زندگی کنیم. روز و ساعت خوشی را براتون آرزو میکنم. به امید دیدار. خدا نگهدارتون.